میقت خونده میشه. پاراشای میقت که لذت شم این شبات میخونیم، افتراش هم از ملاخیم یک فصل سه پاسخ ات و 15 که عزت هشم ترجمهش رو و تفسیرش رو حضرتون عرض میکن. ارتباط هفتارا با پاراشای میقت، چون در پاراشا متوجه میشیم که در تورا میفرماد و این میقت شناتن یا همین برو خلم بر او خواب میبینه و اون خوابش رو یوسف صدیق میاد تعبیر میکنه و در هفتارا هم خوابی شلوم و حمیل خدا و شلوم میبینه و تفسیرش رو خودش در صبح دیگه متوجه میشه که چیه و درخواستش هشم بهش میده. باز ارتباط های دیگه هم در زم هست بین پاراشای هفته با هفترهایی که انتخاب شده از ملاخیم یک. هفتره رو شما میتونید از آخر پاراشای میقت رویت بفرمایید یا از ملاخیم یک سفر ملاخیم فصل سه پاسخ تتبا. و یقت شلوم و هین حلوم و یا بو یروشلیم و یا مول افنه ارون برید ادونای و یا عال اولود و یا عاز شلامیم و یا عاز میشته به خول عبادم. بیدار شد شلومو از خواب و اینک خواب خوبی دیده بود. آمد به یروشلیم ایستاد به حضور صندوقچه عهد هشم و در آنجا قربانی های زیادی را تقدیم کرد، قربانی های سوختنی و همچنین قربانی سلامتی تقدیم نمود و از گوشت آن ضیافتی را ترتیب داد و تمام غلامانش و خدمتکاران و افرادش را در این ضیافت دعوت کرد. مسئله خواب شلومو چی بوده؟ در چه موقع بوده؟ فهمان موقعی که شلومو حمیل خرا و شلوم در سن 12 سالگی به تخت سلطنت میشینه بعد از فوت پدرش داوید حمیل خرا و شلوم 12 سال بیشتر نداشته و تخت و تاجش مستقر میشه. شلوم حمیل خرا و شلوم میره گیبئون. چرا گیبئون؟ چون اونجا قربانگاه بزرگی که میشه در کنار شلوم به وسیله بتسلئل در بیابان درست کرد برای میشکانی که اونجا قربانی میبردن در بیابان، بعد از این که بتسلئل‌ها در بیابان سرگردون بودن و بعد از اون وارد ارث اسرائیل شدن، 14 سال طول کشید که ارث اسرائیل رو در مثلا هم جنگ کنن و تقسیم کنن، یعنی 7 سال جنگ بوده و 7 سال تقسیم کردن ارث. در اون 14 سال قربانگاه
نخوشه مسی که موشه ربینا شلوم توسط به سرعید درست کرده بود در گیلگان بود. در گیلگان بود بعدش میگن شیلو بعد از اون نو بعدش در آخر به دیبون میرن در بانگا رو اونجا میرن و به طور کلی برای مردم آزاد بوده که قربانی در حج و عمره جا ببرن. میتونیم بودم اتلاش نداشتیم ولی اینجا در دیوان پایگاه اصلی بوده چون قربانگاه اصلی که میشه رد برام راشنان درست کرده بود در دیوان قرار داشت. خاطر این که محمد خاراشنان وارد دیوان میشه هزار قربان هزار تا گاو قربانی سوختنی تقدیم میکنه و تشکر میکنه از دردارش میکنه که خداوند به او بسیار قدرت و توانایی داده که بطول پادشاهی کنه بعد ملت اسرائیل. در گیبئون که بعد از تقدیم قربانی ها و تشکر و قدردانی از دردارش میکنه در خواب شب شمیدبارخ به شمید خداوشارو آشکار میشه و بهش میگه هشم بهش میگه شعل من خواب ما نار کنیم تو تقاضا کن من چی میخوای چی از من میخوای تا من به تو بدم و چون اومده خدا شده و اما که من از تکرم میتونم خدا که من رو برگزیدی که جانشین پدر رو بشن ملت اسرائیل رو درست خوب کنن ولی درست خوب کردن احتیاج به خوبما داره احتیاج به فهم و درایت بس تو من هیچی نمیخوام فقط خوبما میخوام دانش میخوام میتونم مردم رو درست درست دین کنم و درست دین کردن احتیاج به خود میدارد. من این از تو میخونم پرورد کنم و شمید برخ بهش به یوم ردویم الا یعن اشیر شاعر تا اتدوارده نو شاعر تا لخا یامین ربیم نو شاعر تا لخا اوشر نشید برخ میگفتیم که تو همچین چیزی رو تقاضا کردی تقاضا نکردی اون به طولانی تقاضا نکردی ثروت تقاضا نکردی که دشمنات زیر دستت گرفتار بشن و تقاضا کردی که فهم و حکما داشته باشی میتونی درست مردم رو قضاوت کنی که من به تو قلب فهیمی میدم چشم بینایی میدم که میتونی مردم رو با دوستی هدایت کنی و کسی مثل تو نبوده و بعد از چیزی نخواهد بود که حکمای تو رو داشته باشه و چون ثروت و قوت رو طلب نکردی من به تو ثروت میدم و عزت و قوت هم میدم که کسی پادشاه چنین ثروت و عزتی نداشته باشه در آیندم نخواهم بود فرمان چرا اون به طولانی بهش نداد فرمان اون به طولانی پادشاهی تو داوید گفته بود اگر از زندان در رام اطلاع باشن نور خیامین بیمینم اون به طولانی در وسیل اجرای فرامین اطلاع به اون بچه خواهد داده حتی به زمانی که در رام اطلاع هستن این خود به خود خودشایشون مقدام خواهد پس بیدیم کار اون فرد در حال شنو محمد خسرو از خواب بیدونه میشه
که این پاسخ رو الان خوندیم، ایقاف شلما و ایقاف شلما به این حلو بیدار میشه شلما و متوجه میشه که خوابش داره عملی میشه. چجوری؟ خانمی فهمان تو که بیدار میشه پرنده ها که چه میزنن صداشون رو متوجه میشه که چی میگن و حیوانات که نعره میکشن متوجه میشه، صحبت حیوانات رو متوجه میشه و موقعه میفهمه که این چیزی که در خواب دیده به حقیقت پیوست. و چجوری مردم میفهمن و میتونن شلوما رو بچه 12 ساله رو به عنوان پادشاه برخودشون قبول کنن؟ همه در ترس و نگرانی بودن. شلوما بچه 12 ساله دیگه نمیتونه مردم رو هدایت کنه، دیگه نمیتونه یک کشور رو بتونه نجات بده از دست دشمنان، از دست بدخواهان، یا اداره کنه از نظر مالی. این بچه 12 ساله چی میدونه؟ خاطر همین فوراً در همون روز مسئله حکم جلوه شلوم امیر خارشالوم پیش میاد، همه درباریان حضور داشتن و این خبر در تمام سطح ارس اسرائیل پخش میشه. اما مسئله خود ما دانش فراتر از هر چیز، آدمی که عقل و درایت نداره هیچ چیز نداره. مانند چیه؟ مثالی زدن مثل یک نفر که یه یهودی گوشش سنگین بود و در خیابون یه حوله رو گوشش انداخته بود، میخواست بره کنیسا، میخواست بره میکوه، میخواست بره میکوه و پست کنه. گوشش سنگین بود، یک رفیقش بهش برخورد میکنه، اونم گوشش سنگین بوده، صدار خوب نمیشنه. نزدیکش میشه، با صدای بلند بهش میگه میخوای کجا بری؟ میقوه میخوای بری؟ اون رفیقش میگه نه من میخوام برم میقوه. اون موقع رفیقش میگه آه من فکر کردم تو میخوای بری میکوه، خاطر این بهت گفتم میخوای بری. یک کسی که خخما نداره همین مثل خاطرشان، مثل کسی که میشش تنگی من خدمت رو میگم فهمی درست ما به چه وقتی به انسان دیرش میاد نسیه مشکل شدن به آمیزش تونم کسی که به یک داف گمارا بکنه رجیم شد چقدر انسان دیدش رو باز میکنه، به کجاها باید فکر کنه. یک نکته یک جمله رو میفهمه بعد متوجه شد اصلا این به کجاها کشیده میشه. یک دنیای حکمای تورا حکمای انسان رو مدام میبره و زیاد میکنه. این اثر آموزش توراست که حکما رو برای انسان زیاد میکنه. این وزنی حکما آدم میتونه به همه چیز برسه، حتی ثروت کم هم داشته باشه میتونه میفهمه که باید قانع باشه، حتی وضع زندگیش هم آنچنانی نباشه ولی اون حکمایی که باعث شد که شاد باشه، مثل شی که قردان باشه به درگاه هشم درخ. و این پویه و اساس زندگیه. چشمامون رو باعث که باز کنیم به خودمای تورا پی ببریم، انشاءالله بتونیم مسیر زندگیمون رو تصحیح کنیم، زندگیمون رو آرایش بدیم با بهترین ها و سختی ها رو بدین وسیله از نون جامعه دور.
كونا وشتا إن شمزنات الحميدك وتعمودنا نفنا آن وقت آمدند دو زنی زناکار به نزد پادشاه و ایستادند به حضورش. البته در مورد نشین زنود که اینجا میفهمند زنان بدکار، بعضی ها ترجمه میکنند زنود از لفظ زانه مازونه یعنی خواربار روش بودن، بعضی ها ترجمه کنن میگن نه این زنها زنهای بدکاره بودن ولی از متاولان بودن که در ارسیسمه زندگی کرد. اینها هر دو از یک خانه بودن، در حال این دو زن آبستن شده بودن در یک نه در یک اتاق که زندگی میکردن و مسئله که پیش میاد به این سوره و این ما بزرگی درجه شنوان و خرار شلام رو میرسونه که با اون وجود این که پادشای ارسای بوده کنشا یک کشور بوده تکبر نداشته که یا اینها کی انجاره من رو بوده ولی چون جای دیده ولی چون به دینای پایین تر این گویما ولی چی بوده اینها رو نزد من، این زنهای فاسد رو ولی چی نزد من بوده. چنو محمد خلاص شدم به حرف همه گوش میداد و حکم همه رو میکرد، اضافت میکرد با دوستی و فرق براش نداشت بین ثروتمند و فقیر، بین بزرگ و کوچک. این مقام شنو محمد خلاص شدم رو در شروع پادشاهیش به ما اعلام میکنه که چقدر متواضع و بزرگتر بود. گفت یکی از آن زنها التماس دارم سرور من به حرف من گوش کن، من و این زن هر دو در یک خانه زندگی میکنیم و من تولد کردم بچه ای در هنگامی که اون آن زن نیز با من در این خانه بود. بعد از گذشت سه روز از زایمان من این زن هم نیست تولد کرد بچه ای و ما با هم در یک اتاق زندگی می کردیم. شخص غریبه ای با ما در خانه نبود، فقط من و او هر دو با هم در آن خانه بودیم. نیمه های شب فرزند این زن از بین رفت و آن نوزاد کشته شد به خاطر اینکه مادرش بر او خوابیده بود و در نیمه های شب بلند شد آن زن، گرفت بچه مرا از نزد من در حالی که کنیز تو هیچ چیز نفهمید و خوابان آن بچه را در آغوش خودش و بچه مرده را در آغوش من قرار داد. برخواست در صبح بچه نوزادم راشی و که اینک مرده است. وقتی که دقت کردم به صورتش در صبح دیدم که این فرزند من نیست تولد کرده. شخص این داستانی که اتفاق افتاده در کتاب‌های مختلف و متعالم اومده به نام افرادهای خودشون و این سلابسه ای که کپی کردن
این چیزی که در زمان شلوم خدا شلوم بیش از 3000 سال پیش توسط شلوم خدا شلوم اتفاق افتاده و میتونی که میدوره متوجه میشیم که چجوری در اون زن تعریف بکنه که من بچه‌ام رو تازه به دنیا آورده بودم. بعد از 3 روز این زن نیز حامله بود، این بچهش رو به دنیا آورد و در یکی از شبها این در سر خستگی خواب بوده و قلب میکنه روی بچهش، روی نوزادش خفه میشه و موقعی که متوجه میشه که بچهش به سر از بین رفته بلند میشه بچه ها رو عوض میکنه. از وقتی من بیداشتم بچه رو چیدم، همین که رای صورتش دقت کردم متوجه این بچه من نیست، نوزاد من نیست و متوجه شدم که این بچه رو اومده عوض کرد. و تو مرهای شاهر آن زن دیگر، آن زن دیگر نخه این پسر من، پسر من زنده است و پسر تو مرده است و این میگو و این میگفت نه این چنین نیست، فرزند تو مرده است و بچه من هست که در حیات است. و صحبت هایشان را تکرار می کردن چندی با جلوب پادشاه. تو پادشاه این می گوید پسر من زنده است و پسر تو مرده است. و دیگری می گوید این چنین نیست، پسر تو مرده است و فرزند من در حیات است. فرمان شلوم حمید خدا شلوم از صحبتهای اونها متوجه شد که کدومشون راست. کسی که به بچه زنده اهمیت میداد اون زنده بودن بچه رو در مرحله اول بیان می‌کنه. بچه من زنده است و بچه تو فوت کرده. ولی دیگری میگه نه، بچه تو فوت کرده، بچه من زنده. یعنی به مردن بیشتر اهمیت. یکیشون زنده بودن بچه رو در مرحله اول بیان می‌کنه که بچه من زنده است و دیگری در مرحله اول میگه بچه تو مرده و بچه من زنده است. و دسته این متوجه شد که واقعا این بچه حقیقی مال کدومشون هست. و خاطر این که به این دادگاه به اصطلاح رسمیت بده و از متوجه بشن که واقعا دین با کی هست، با قدر و فکر تنها نمیتونه شنو محمد خراشال این مقصده رو به اصطلاح خاتمه بده، دستور این چنین اعلام خود پادشاه بگیرید برای من شمشیری و بیاورید آن شمشیر را به حضور پادشاه. خود پادشاه ببرید و تکه کنید این بچه زنده را به دو قسمت و بدهید نصفش را به این به یکی و نصف دیگر را به زن دیگر. پادشاه دستور ده شمشیری بران بیارن بچه رو از وسط تقسیم کنن. فرمان در میدراش اومده به خاطری که حکمی که هشم شمال خدا شلوم میخواست بگوه برای این زن ها، هشم پرست اعضای انسان رو به صورت دو وجود کرد، دو تا چشم، دو تا گوش، بینی و دو تا دست، دو تا پا. به خاطر همین از وسط از طرف جمجمه به طرف پایین تقسیم میکنن، قطعش میکنن که نصفش گیره ایگر نصف، نه اینکه از وسط بدن از تیمون دلو قرد کنن.
از بالا تا پایین اون رو دو قسمت کنن که هر قسمتش بدن به اون صحنه خواهد که من کاری نمیتونم بکنم. دیگه که ماهان میتار به صافق مثل پوریه که افتاده تو در شکه معلومی مارکو داشته تقسیم میکنن، این هم تقسیمش کنه که هر دو راضی باشه. اما چقدر درسته که انسان دقت کنه در زمان حکم کردن، از موقع انسان حکمی ازش حرفی ازش نمیده میشه یا کنسسته نمیده میشه که موقعا باعث میشه که یا عاقبت یک نفر رو بگردونه، چه از نظر خوبی چه از نظر بدی. میخوام تعریف کنم در عقیدی ابراهام یعقوب فرق هم یخمون رفاق که ایشون روش به شیبه بودن در شیبه کرا و دعن در اصل تبری ابراهام یعقوب فرق. ایشون یک بار برای جشن عروسی یکی از جوانها عبرخا دعوت شد که بیان مراسم خطبه رو انجام بدن. موقعی که همه آماده بودن در اجده در خطبه به مراسم خطبه رو انجام بدن، مراسم قدوشی رو انجام بدن، این دوماد میزن زیر گریه عشق و گریه میکنه زیاد را میری پروش به چی داری گریه میکنی و عشق میزی میکشتش کنار به چیه مسئله یه چی در عروض دیده مسئله یه تو خانواده چون داری گریه میکنی چون عشق میزی آماد شروع کنه و تعریف میگه من موقعی که 14 سالم بود در یه شیوه فنا بودم در سر کلاس یکی از بچه ها یک اسباب‌بازی زیبایی ایران قیمت هم بود خریده بود اینجور بهش گذاشته بود و من عوض کردم اون و قرد نشد داشتن تو این بچه متوجه میشه میره به معلم میگه معلم که در کلاس رو ببندی هیچ کس اجازه نداره خارج بشه، من یکی یکی بچه ها رو میخوام بررسی ببینم کی دست کیه و شروع کرد یکی یکی بچه ها گشت. اونی که داشت به من نزدیک میشد جوان داره تعریف میکنه میدان ما یعنی که داشت به من نزدیک میشد من دم باعث آبروریزی عمرن این وسیله رو از جیبم در آوردم گذاشتم با تردستی در جیب فقط دستی متوجه هم نشد من نفهم. اون معلم اومد من رو گشت در جیب این بچه که گشت و او رو پیدا کرد. اون نهیب زد معلوم شد تو دزد کلاس تو هست، چیزایی که در کلاس گم میشه تو دزدش میکنی، اجارت بکش. بچه عشق میرسه میگه نه من ندزدیدم، من ندزدیدم. پس این خودش پا داشته اومده تو جیب تو جون اومده پیشت به منحل میگه، به مدیر یشیوا میگه، پدر مادرش میفهمن و این به این بچه نهیم میزنن و این بچه سخت میزه میشه و از یشیوا میاد. الان که امشب من عروسی من هست این جوون مقرد سخت میزه شد که الان دوگه دختر بویی میخواد از این باشه
من این رو از خودم بگم که من باید شده. یاش شعارش میگه درسته که تو کار دو دوره صحیح انجام نکردن دستور منگیر خوبه، ولی این شدن اون بچه و از راه شدنش از راه تورا باعث نشد. این کسی که حکم صحیح نکرده بود، اون مدیر مدرسه، مدیر یشیوا، مادرش که بود نتونستن حرفایی رو نفهمید، دقت نکردن روی حرفش، توجه نکردن به حرفش که ما ترس و درس میگفت من دزدی نکردم، این کار از من بعید، اهمیت ندادن و تحقیق نکردن و ببخشنش. یا کاری که میشه کنن نکردن بسیار است. چقدر گفت کردن بایستی که دقت کنم. کسانی که زود گفت میدارن و باعث میشن با اون گفت کردنشون، با اون خود دادنشون دنیایی رو خراب. این که فقط مسئله فوتبالی، در مسئله خانواده هم مسئله یک در خانواده پیش بیاد و بعد دیگر رو محکوم کنن و باعث بشه که یک زن شوهر رو از هم بود مسئله نادرست فکر کردن، مسئله بدبین بودن، مسئله این که به جای این که هبدان کل آدم به کفز خود انسان رو باعث که به کفز خود بسنجی نمی کنن، باعث خرابی دنیا میشه. در دونه بیابرهان به اون جوون یاد اونان که جوون در شخص اون موقع چی بود جوون بود در شخص اون بود در بود که مقای پول جمع کرده بود 50,000 دلار برای عروسی دخترش. این ها اون را جمع کرده و در بیان رو پرد کرده و گرفت و قرار بود که ازدواج دخترش سیدن. این ها رو در جیب کتش گذاشته بود. میاد وارد کنیسا میشه. گرم بوده. کتش رو آویزون میکنه. و موقعی که میخواد بره بیرون توجه نیست وقتی که کت رو فرم کنیم دم در کنیسا میرسه اینو میده نیست. قبل بکنم افته بوزدم عشق ها بیارن و بهش رسیدگی بکنن که انسان حالیات بهش بگرد چی شده و مسئله رو در میدید راب شهر اینچنین در کنیسا مخصوصا دوزدی صورت بگیره کار خلاف چند برابر دوستی که از سن پاسوری در کلیسا فیگور حشم هم خاطر همین در کلیسا در تمام شهر اعلام ما فران روز بیریم تمام جماعت میان در کلیسای بزرگ ما یه خواهد خونه رو باز میکنیم و من کسی که این پود رو برداشته اگر بر نگردون تا کلا بود نفرین می کنن در جلو به تمام جماعت در جلو به افتخار که هر کسی این پود رو برداشته و بر نگردونده دادش رو خاتمه نده و به خاطر این که کسی هم متوجه نشه چه کسی این پود رو برداشته صندوق پشت کنیسا درست میکنیم که نصب میکنیم اونجا که هر کسی که این پول رو برداشته پنهانی نیمه شب بیاد این پول رو بریزه در صندوق رو بره و هیچ کس متوجه نمیشه که پول برداشته و این موقع نفرین چیزی شاملش نمیشه. با عقد و درایت این عمل رو انجام میده. بعد از اینکه این صحبت رو در تمام این مردم پخش شد و این صندوق رو درست کردن
داشتن فردای اون روز دیدن که پول دست انداخته و پول به دست اون شخص رسید. مسئول ما درست دوست میکرد ولی حکم صحیح بریدن میکرد. اونهایی که حکم نادرست بریدن باعث شد که این مسئله پیش میاد. جد به که شما خودم شروع اون قدرت اشبارون فهمی که هشم رشته بود این بود رو چنین بودید که مسئله حبیدا بشه و مشخص کسی بشه که واقعا مادر اصلی که در این درس در اون درزم دستور میده که این بچه رو این رسکنی مادر اصلیش که نه دست میگره نمیخوام بهش بده نصفش نکنه دست اون باشه بچه من زنده باشه دست کسی بود ولی زن دوم اینقدر حسادت داشت که میگه نه دستور پادشاه نصف کنه. این خودش نشون دهنده حکم صحیح شمعان خراشنام بود و به این وسیله در بدین شیرو محمد خراشنام می فرماد و خود صدای از جانب شماییم و ساده میشه که فرماد کی ایمون واقعا این درش پرد و بدین وسیله همه دنیا به عقد و ملویت شیرو محمد خراشنام پیدا اینجا باز می فهمیم چقدر مسئله حسادت کسی که حسیده نمیتونه بود که بچه خودش از این رفته بچه همسایش دونده است حاضر بچه همسایه هم نیست از نینده به خودمون حسادت است حسادت داشتن فرماد که باعث خیلی بدی ها میشه اولا خود انسان اول از سامان خیلی ها پوسیدگی استخوان به هم میکرد من خانشان در مشکل شده اون فرماد این قبل اقسامات این حسادت حسادت باعث پوسیدگی استخوان انسان میشه یا بعضی ها تا قولا میوفتن باعث شکست بگیشه باعث شده پوسیدگی دارم استخوانشون پوسیده هست اون حسادت موریانه نوعی اون هست کسی که حسود هست فرماد باعث شد که امورش کم میشه که در مطلبا به فرماد این ها و تعالا در کلان نوزین تازم این ها بود حسادت داره یکی باعث شد که انسان از دنیا دور قریب کنه نقلاشه هفته هم باز نقطه ما متوجه میشیم که شنو متوجه میشیم که در خوندین آنها هشتران بچه هاش میگه نام ها تیترال شاید در این خود نمایی میگه همونه که در ایرس اسرائیل بحثی میشه به خوابی که فرمون میگه بود که بحثی هست افسار بحثی هست سوری سوری هست و بعد افسار قحطی است اما به قحطی که میرسه شده معامل خلاهاش جوابی ما را پشت را به بچه هاش بگه درست سر ما خلاک کنید شما اگر مثل همه بلند نشید بلندید این مقدار گنده اونجا و آزوغه از کشور مثل نرید بخرید باعث میشه که همسایگانمون به ما حسادت بدن به جز این که انسان خودش نباید که به دیگران حسادت ورزه نباید که هم کاری کنه که دیگران به اون حسادت ورزه این کار خود خودش رو خانوش میده نباید شکل تو خونه همسایگان اما پیش ها چه کار کرده چه کار کرده من مردای زنش کنان کار کرد تو چرا برای من نمیتونی و کم کم باعث ناراحتی میشه باعث حسادت میشه تا یقان شده اون به بچه هاش که کاری کنید که به شما بخصیم در دیگر در
مورد زن دوم، زن اول، کسی که واقعا بچهش رو دوست داشته، نظر بچه رو تحقیم اختیار کسی دیگه قرار بگیر، ولی بچهش زنده بشه، بچهش زود بشه با درستی. در بچه های پیشه ما دیم که اما ریار یعقو یوسف بکل بناب که دین زکنه بود نقصد رو کتونه کسید یعقو دین آرام هشتادون اومد برای یوسف، اومد برایش واسه آنچنانی ضربه خلید. یعقو آرام هشتادون یوسف رو از سایر برادراش بیشتر بود. چرا؟ یعقوب شلوم نمیتونست که نباید بین بچه ها فرق بذاره، نمیتونست که این که بچه یوسف رو بیشتر دوست داشته باشه باعث شه که برادر رو بهش حسادت ببرزن. پس چه میکرد؟ یعقوب شلوم عمود توراه، این مسئله خیلی کوچیک رو نمیدونست. اون مطمئن مطمئنه میدونه، ولی او نقوم ناشره اون دو اصلا رو سیمان نبنه. هر چیز که برای پدر پیش اومده برای بچه هم پیش اومده. و یقوم ناشره اون دو نیست بودت چیز که برای من پیش اومده، من 22 سال از پدر و مادرم بود از دلوان بودم، اونجا خیلی چیزها دوان انجام داد که من رو طرف خلاف بکشونه، طرف عبدالله را بکشونه، ولی به خاطر این که من در طورا وارد بودم و اون آموزش طورا باعث شد که من مایدار بودم و بود دوان نخوند. و یوسف هم اون شبیه منه، خیلی شبیه عبدالله شده بود از نظر شکل و صورت، او از یوسف هم احتمالاً از من دور میشه. همونطور که من دور از بابام بودم، یوسف هم از من دور میشه. مدت چند سال، 20 سال. مدت چی کسی یوسف رو نگه میده؟ گونه میتونه یوسف باعث مرتکب خطا نشه؟ من عشق و علاقم رو به یوسف نشون میدم، محبت بهش کنم، وجودش عشق و درار عشق خودم رو در وجودش وارد کنم، محبت رو در وجودش وارد میکنم که اگر بخواد احیانا مرتکب خطا شه از من، از عشقی که من در وجودش کاشتم خجالت بکشه و مرتکب خطا نشه. چه بوده من جلو به من با اون چه جواب بدم؟ جلو به من خوبی کرده. و به خاطر این چند در کشور مصر چندین بار که برای در با پوتیفر، با زن پوتیفر تنها بود، هر بار زمان اون تصویر یعقوب ناشون جلو به روش میومد. چرا؟ روش بهش محبت کرد، همیشه در یادش بود. همین باعث شد که خطا نکنه. یعنی اگر بهش بی‌اهمیت بود مخصوصا میرفت خطا میکرد، از راه تو را دور میشد، از راه اشه دور شد، مخصوصا مقدرش میدونست. و این هدف یعقوب نمیده شد، این بچهش رو دوست داشت و گفت که برادرها هم چی احساسی دارن میفهمن. به خاطر اینه، خاطر اینه که استرا اگر اون دور شد از من به یک صورتی نمیدونم به چه صورتی نمیدونم دنیا چه پیش آمدهایی به وجود میاره که یوسف از یعقوب دورشن تو شخص نبود. و برادرها این رو مطلب رو درک نکردن و خیال کردن که یعقوب ناشران میخواد فقط به یوسف میرسه و اونها رو کنار میخواد بگذاره از مثلا از راه تورا یهودیت مثل یعقوب و عصاب که دو تا دیوه شدن بچه های اصحاب
یعقوب هم میخواد بچه رو یوسف رو در یک ردیف قرار ده، بچه بقیه برادرها در یک طرف دیگر. خاطر برادران ما را رفتن ما هم یهودی میخواییم باشیم، ما هم بخواییم باید چون باشیم فقط فقط نسه خاطر این نکته باعث این وسط شد. ولی با وجود این ارزش داشت برای یعقوب شلوم که یک بچهش رو از دست نده، یوسف رو از دست نده، در راه خلاف نیفته. خاطر همین بهش این لطف و خدمت رو کرد، این بچهش رو دوست. این مهمه که ما در زندگی باید که حواس همون باشه، محبت کردن به بچه ها، لطف کردن به بچه ها در راه توران، در ضمن لطف کردن بهشون توران یادشون بدیم، اون باعث چه که هر جا که برن اون رو فراموشن، حتی اگر لغزش هم براشون پیش بیاد فوراً برمیگرد. این محبت پدرانه و مادرانه بر اون بچه ها آهد. و این نکته مهمیه که این از این مادر متوجه میشه که نباشه بچه رو بدید دست اون باشه، من دوستش دارم، زنده باشه دست اون باشه. و گفت آن زنی که بچهش زنده بود به پادشاه، چون رحمش به آن بچه به جوش آمده بود، من این چنین گفت التماس دارم سرور من، بدهید به او این بچه نوزاد زنده را و او را نکشید. از این زن دیگر می گفت همچنین برای من همچنین برای تو نباشد، دو تکه کنید او آن بچه را. جواب داد پادشاه و گفت بدهید به او این نوزاد زنده را و او را نکشید. اون این زن مادر اصلیش شنیدن تمام خاندان اسرائیل این حکمی که قضاوت کرده بود پادشاه، از موقع ترسیدن از حضور پادشاه، زیرا دیدن حکمت او خاطر این که مردم در مرحله اول که پادشاه شد و شنوان خراشالوم 12 سال بیشتر داشت و نمیدونستن وضعیت چجوریه، میتونه ملت رو اداره کنه یا نه، فورا این مسئله پیش میاد و همه کشور اسرائیل و خانواده ها میفهمن این حکمی که شنوان خراشالوم کرده. موقع از این بچه 12 ساله واقعا ازش ترس پادشاه بر اونها میفته که چه حکمایی داره، با وجود که سن کمی داره میتونه کشور رو اداره کنه. و همین به خاطر مردم دیگه خیالشون راحت بود و با شادی و با خوشحالی زندگیشون رو مدت شنو امیر خراشان 40 سال پادشاه بر اسرائیل بود با آرامش کامل زندگی رو گذروندن. آخرین پاسخ افتران ترجمه کنیم خدمتون. و یه عمل شنو مومل خلکار اسرائیل و بدین صورت پادشاهی نمود شلما همه و پادشاهی کرد و تمام اسرائیل و این و ادنای سواد شما قداش اسرائیل. میدونید که خودش برای خوب تمام تفیلال تمام حاجات همه ملت اسرائیل رو به خوبی قبول کنه. سلامتی و تندرستیش این طرف تمام بیماران عنایت بفرمان و همونطوری که خداوند در زمان شنو امیر خراشالو ملت اسرائیل رو از تمام گزنده و سختی ها نجات داد، انشاءالله خودش بارو خوب ما در دوره ما هم نیست
ملت ما رو نگهداری خواهد کرد انشاءالله و ما رو موفق خواهد کرد به بینند بیت المقدس. آمین. جهی رتون شبات شلوم کراخین تیشو برخیم.